به نام خدا. سلام دوستای خوبم، در آشپزخانه ما خوش آمدین. انشالله که جور و صحتمند باشین در گوشه و کنار کستین. امروز به درخواست یکی از دوستا چبلی کباب آماده میسازم. انشالله که مورد پسندشان قرار بگیره و از دیدن این ویدیو لذت ببره. با معرفی مواد اولیه پخته کردنش شروع میکنیم. برای از یک چبلی کباب احتیاج به گوشت چرخیده داریم، سبزیجات، مرچ مساله دار، تخم گشنیج، مرچ سیاه، نمک، زیره و آرد. بسم الله گفته شروع میکنم. در قدم اول ما پیاز ریزه میکنم. میتونیم پیاز شر رندام کنیم، ریزه میکنیم، اما ریزه کنیم بسیار چبلی کبابش مزه دار میه. بسیار نازک نازک ریزه کنیم که باز وقت در روغن چبلی کباب سرخ میکنیم پاش پاش نشه. خوب سهی ریزه ریزه کنیم. ببینیم من قدم نازک نازک ریزه میکنم. خوش آمدید میگم به دوستایی که تازه به چینل ما پیوسته و تشکری میکنم از دوستایی که همیشه مرا حمایت میکنن، کامنت های زیبا نوشته میکنن. یک دنیا ممنون، تشکر که مرا حمایت میکنین. بسیار کم هم گشنیج من دادم، گشنیج چه زیاد من دادم که طعمش تلخ مزه میکنه، مزه تلخی میده، از خاطر گشنیج چون کم من دادم. دیگه هم تو سبزیجات هم مرتب ریزه میکنم، ریز ریز گشنیچ ریزه کردم، پیاز ریزه کردم، یا مرچ دلمه سرخه. از هر نوع سبزیجات که دوست داشتین میتونین استفاده کنین، هر کدام شد در دسترس داشتین. زیاد سخت نگیریم که ایشه نداریم، حتما چبلی کباب ما پخته نمیشه. اگه داشتین بندازین، اگه نداشتین اونم نندازین. دیگه مرچ دلمه سرخ هم تو نازک نازک ریزه کردم. یک دانه بانجان رومی استک. از دوستا بانجان رومی رو آبش میگیرن، فقط پوستش مندازن، دیگه من کلش مندازم. بسیار مزه‌دار میسازه. آب بانجان رومی خودش یک طعم خاص داره، چبلی کباب مزه‌دار میسازه. و امروی امو آبش مندازم. بانجان رومی رو خوب میده ریزه میکنم. دوستایی که همیشه پیام میمونن در صفحه فیسبوکم که غذایی رو که میخواین برشون آماده کنم، انشالله به زودی آماده میکنم به نوبت. یه مرچ سبز است، مرچ سبزم ریزه میکنم. البته ما از مرچ های دلمه استفاده کردیم، میتونین از مرچ تندم استفاده کنین. میخواین چبلی کباب تندتون بیه، دیگه ما به خاطر که طعم تندی بگیره از مرچ مساله دار استفاده کردیم، از مرچ سیاه استفاده کردیم. البته مرچ مساله دارم ما قبلا آماده کردیم، در کانال ما است، در کانال یوتیوب میتونین ویدیو ازورم ببینین. سه دندانم سیره، سیرم رنده میکنم. کل سبزیجات ما رو ریزه کنم. من نیم کیلو گوشت گرفتیم، در سرشم مرچ سرخ مندازم، یک دانه که بود، یک دانه پیاز که ریزه کردم مندازم، یک دانه بانجان رو میرم مندازم، مرچ سبز و گشنیچ تازه و مقدار لازم، یک قاشق مرچ سیاه مندازم، یک قاشق زیره، یک قاشق مرچ مساله دار، نمک به مقدار لازم، یک قاشق تخم گشنیچ، آردم یک قاشق، سیرم سه دندانه بود. وقتی که انداختم خوب صحیح گرد میزنم که با هم دیگه مخلوط شوه، طعم سبزیجات گوشت به خودش بگیره. البته همیشه گوشتتون که برای چبلی کباب آماده میساختین میتونین برای یک ساعت یا دو ساعت در داخل یخچال بونین، خوب سه یخته شوه، طعم سبزیجات به خودش بگیره. بزرقمی چبلی کباب زیاد مزه دار می. بر 15 دقیقه ورز بدین. دیگه ببینین من از سرپوش استفاده میکنم برای جور کردن. سیر یک روش آسان است که میتونین برای وقتی چبلی کباب دانه به یک اندازه آماده کنین. یک کمک بر روغن رو انداختم که دش نچسبه. ببینین به این قسمت گلوله میکنم، باز داخل از این سرپوش مرتبان میمونم، امروی دستم فشار میتونم، یک برابر چبلی کباب ما آماده میشه. یعنی خورد کلانیش یک برابر میشه. بسیار یک روش آسانه، اگر دوست داشتین شما میکارا کنین. براحتی پلاستیک بانین که سرپوش مرتبان راحت
جدا شوه. اگه پلاستیک نباشه باز امکان داره که دست سرپوش بچسبه. دیگه من یک دفعه که پلاستیک روغن زدم اونم کفایت میکنه، دیگه هر دفعه نمیزنم. ببینید به این شکل کلاشم آماده میسازم. خوبم روی دستان فشار بدین که باز وقتی که در روغن مندازین جدا نشه. در پتنوسم پلاستیک مانیم که وقت سرخ کردن راحت بتونم از اینجا بگیرم. اگر پلاستیک نمانیم باز میچسبه، راحت تر نمیتونم راست کنیم. در روشم بانجان رومی میمانم، اگر دوست داشتین بانین، اگر نداشتین رو میتونین نمانیم. یکم تخم گشنیچو مندازم. دیگه چبلی کباب ما آماده برای پخته کردن است. در تاوی ما روغن انداختم، روغن به مقدار لازم. روغن که ماندم داغ شد، با چبلی کباب رو در داخل روغن میمانم. حرارت گازتون رو نه زیاد بونین نه کم. اگه زیاد بونین باز روی سوز میشه، روش پخته میشه، داخلش خام میمونه. کم بونین که است است پخته شوه، خوب صحیح داخلش هم پخته شوه. ولی یک طرفش پخته شد، طرف دیگه شد دور میدم. رنگ روغنم که تغییر کرد به خاطر که بانجان رو میدم طرفش مانده بودم، از خاطر طرف شد دور دادم. منتظر میباشم تا طرف دیگهش پخته شد. طرف دیگه شون پختش دارو چبلی کباب ما رو میگیرم. در سر یک دان دستمال میمونم که روغنش دستمال بگیره. خب دوستو ببینین چبلی کباب ما آماده شد. بسیار مزدار، خوش طعم خوبی شده. ببینین داخلشون کاملا پخته شده. واقعا طعمش عالیست. دور از دلتان جای تک تک شما عزیزان خالی. خب دوستای نازنین، رسیدم به پایان ویدیو امروز که به درخواست یکی از دوستا چبلی کباب آماده ساختم. انشالله که خوشتان اومده باشه و از دیدنش لذت برده باشین. تا ویدیوی بعدی شما رو به خداوند بزرگ و مهربان مسپارم. سربلند و سرفراز باشین در کنار فامیلتون. خدافظ شما عزیزان.